حامی این برنامه گروپ کمپانیای پامیرکولا. به نام خداوند بخشاینده و نهایت مهربان، خوش آمدین به یک دیگر از قسمت‌های برنامه مهارت زندگی که در فصل سوم هسته. در این قسمت یک موضوع بسیار جذاب، مفید و ارزشمند: نقش تحصیلات در پیشرفت انسان. امروز اگر شما میبینیم هر جامعه‌ای پیشرفت کرده، به رشد و شکوفایی رسیده، توانسته او جامعه موفقیت‌های فراوانی کسب بکنه، رفاه اجتماعی رو داشته باشیم، مطمئناً مردم او جامعه به تحصیلات خوبی رسیدن، چون تحصیلات میتوانه باعث پیشرفت، شکوفایی، رفاه اجتماعی و خیلی از موفقیت‌های دیگری در جامعه بشه. شما اگر یک نگاهی به کشورهای دیگه بندازین، درصد آدم بی سواد خیلی پایین هست و به همین خاطر هم هست وقتی سواد در اجتماع میایه، درک انسانها بالا میره. وقتی سواد در اجتماع میایه، مطمئنن که اون اجتماع میتوانه قضاوتگر کمتر باشه، بیشتر کمک کننده باشه، چون میتوانه به خودشناسی برسه، به خودشکوفایی برسه و خیلی از مسائل در اجتماع درک میشه و پذیرفته میشه. در همین قسمت ما یک مهمان خیلی ارزشمند هم داریم. یکی از دکتر صاحبایی که سالهای سال میشه هم خودشان و هم خانواده ایشان برای مردم هرات خدمت میکنن و باعث افتخار هم در جامعه هرات هستن. ولی قبل از اون میخوایم نقش تحصیلات در پیشرفت انسان چند نکته رو بر شما صحبت بکنم، بعد میریم این مصاحبه رو با همدیگه تماشا میکنه. متاسفانه جمله امروز در داخل جامعه ما هستن که ما این همه آدم تحصیل کرده داریم، مدرک دارن، ولی چرا موفق نیستن؟ دوست عزیز، اگر قرار باشه شما تحصیلات بر مبنای مدرک بخوانیم، هیچ عنوان در زندگیتان موفق نمیشه. مدرک داشتن نمیتونه شما رو موفقیت برسونه، ولی آنچه که در مسیر تحصیلات شما پشت سر میگذاریم شما رو میتونه به موفقیت برسونه، شما رو میتونه به پیشرفت برسونه. اکثریت محصلین ما، نمیخوام خدایی نکرده این صحبت من به کسی بر بخوره یا کسی مورد قضاوت قرار بدم، ولی اکثریت محصلهای ما فقط چپتر برای نمره گرفتن میخوانن یا کتاب پانتون فقط برای نمره گرفتن میخوانن. یک روزی در یک از ادارات رفتم، یک جمله زیبا نوشته بود. نوشته بود در پهلوی تحصیل درک هم داشته باشیم. می گفت تحصیلی بدون درک مدرک بدون موفقیت. پس به همین خاطر انسان نیاز در پهلوی تحصیل خود خو کارهای اجتماعی بکنه، در پهلوی تحصیل خود خو بتوانه در مابین اجتماع باشه، بتوانه مهارت‌های خود بالا ببره، بتوانه در پهلوی مهارت‌های خود کارهای صنفی خود فعال باشه، که بعد از تحصیل او میتونه واقعا به موفقیت‌های خوبی در زندگی برسه. چرا؟ چون او توانسته مهارت‌های اجتماعی خود بالا ببره. مثل نکاتی که ما در برنامه مهارت زندگی که این فصل سومش هستیم، هر فصل به شما صحبت می‌کنیم، مهمان‌های رو میاریم تا تجربیات خود به شما انتقال بدن. دوران تحصیل بعد دوران خاطرانگیزی از تجربات باشه، دورانی باشه که بعد شما آزمون خطاهای زیاد انجام بدیم. حالا میخوایم برای شما چند نکته بگم که از مسیر علم و دانش یا تحصیل شما میتونید با موفقیت برسید. اول، هر تحصیلی که شما میکنیم ارزشمند، بی ارزش نشماره. متاسفانه در داخل جامعه ما میگن برو دنبال یک شغل بگرد، چی میری مثلا 12 سال مکتب میخوانی، 4 سال پانتون میخوانی؟ دوست عزیز، هر تحصیلی ارزشمند،
شما اگر فیزیک میخوانیم ارزشمنده، ریاضی میخوانیم ارزشمنده، اگر شما طب میخوانیم ارزشمنده، انجینری میخوانیم، هر رشته‌ای که میخوانیم ارزشمنده. این رو باور داشته باشیم، انسانی که هر مسیر علم میره یاد میگیره، امروز نه فردا به درد زندگیش میخوره، ولی به آن شرطی که ما به خودمان باور داشته باشیم. ببین درسی که میخوانیم، تحصیلی که میکنیم، باید بین باور داشته باشیم که من میتوانم در این مفید واقع باشم. نکته دوم، هیچ عنوان بعد از این که مکتب یا پانتونتون تمام میشه نگین که من دیگه نیاز به کتاب خوندن ندارم. متاسفانه سطح آمار مطالعه جامعه ما خیلی پایینه. بگذاریم یک آمار وحشتناکی بر شما بگم. از کل نفوس افغانستان که بیایم یک احصائیه بکنیم، در احصائیه ها اوسط همه مردم رو در نظر میگیرن، چیو که کتاب میخونه چیو که کتاب نمیخونه. سرانه مطالعه در افغانستان در هر روز فقط چند خطه، یعنی در هر روز فقط چند خطه، سالی حتی چند ورق هم نمیشه. پس این خیلی وحشتناکه. فردی میای از مکتب فارغ میشه، فکر میکنه دیگه تمام علوم رو یاد گرفته، دیگه نیاز به مطالعه نداره، و افتخارم میکنه که من صنف 12 رو تمام کردم. یا فردی میای پانتون رو تمام میکنه، بعد پانتون دیگه هیچ مطالعه نمیکنه. اگر میخوایم در مسیر علم پیشرفت بکنیم، همیشه در حال یادگیری باشه. همون صحبت یا روایتی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست، زگهواره تا گور دانش بجو، تقن این واقعیت زندگیه. شما وقتی کشورهای دیگر رو میبینیم همیشه مطالعه میکنن، داخل مترو، داخل اتوبوس، داخل پارک همیشه کتابش دستشان میخونن، ولی در جامعه ما به جای کتاب خوندن ما داخل گوشی این فیسبوک گردیه، ویدیو گردیه. سعی بکنیم بعد از تحصیلتان همیشه دنبال یادگیری باشیم، حتی در زمانی که شما تحصیل هم میکنیم سعی کنیم مطالعه بکنیم. انسانی که مطالعه داشته باشه یقینا چیزهای زیادتری میدانه. وقتی شما یک کتاب را از یک آدم میخوانیم، او کتاب کوله باری از تجربه است. حتی وقتی مهمانی رو در این برنامه دعوت میکنم، شما صحبت اون مهمان رو میشنویم، همین صحبت کوله باری از تجربه است. شما تجربه های فراوان کسب میکنیم و این تجربیات میتوانه در پیش روی مسیر شما به شما کمک بکنه. دوست عزیز، اگر در هر حوزه هستی سعی کن همیشه مطالعه خود را ادامه بدی، چون مطالعه کردن میتونه در همو کار تو، در همو مسیر تو باعث پیشرفت تو در شما بشه. نکته سوم، لطفاً در مسیر علم و دانش شما رو غرور نگیره. خیلی از وقتها فرد کم مطالعه میکنه یا کم سوادش بالاتر است، مغرور میشه. غرور خیلی زود انسان رو به زمین میزنه، تکبر خیلی زود انسان رو به زمین میزنه. شما وقتی علم رو یاد میگیریم، دانش رو یاد میگیریم، باید خاکی باشه. باید شما درک شما بالاتر بره، باید شما فهم شما بالاتر بره. حتی یک ضرب المثل معروفی داریم، میگه هر چی که شما آگاهی شما بالاتر میره، سکوت شما هم بیشتر میشه. چرا؟ چون میفهمین که در خیلی از مسائل دیگه ابراز نظر نکنید. پس وقتی که شما علم و دانش رو فرا میگیریم، باید شما بتوانیم غرور و تکبر و خودخواهی یا واکنش نشان دادن به دیگر رو کنترل بکنیم. یک معقوله یک روز در یک کتاب خواندم، میگفت از انسان‌هایی نمیترسم که بی سوادن، از آدم‌هایی میترسم که چند کتاب خواندن در همه چیز ابراز و نظر میکنن، در همه چیز نظر میدن. سعی کنین شما کسی باشیم که مشکلی از مشکلات جامعه را حل بکنیم. شما کسی باشیم که بتوانیم چالش های جامعه را درک بکنیم، اونها رای حل بدیم. این که شما را غرور، خودخواهی، خودشیفتگی، این که من ایر میفهمم، این موضوع رو میدانم، ما را نگیره.
اگر ما منم منم بکنیم هیچ عنوان پیشرفت در زندگی خود رو کرده نمیتونه. این ما هستیم که دست در دست هم میدیم میتونیم تغییر وجود بیاره. گزینه بعدی که میتونیم از مسیر علم و دانش، از مسیر تحصیلات به جایگاه خوبی در زندگی برسیم، این که ما علم و دانش بر اساس بیزنس نخوانیم. یک فرد بزرگ میگه چرا می رشته طب میخونه؟ میگه خوبه، در آینده پول خیلی داره. یا در آینده خوب مثلا میتونیم از این خوب کاری داشته باشیم. شما اگر نیتتون در مسیر علم و دانش بیزنس کردیم یا تجارت کردیم که من با این یادگیری علم و دانش فردا بتونم مثلا شغل خوبی داشته باشم، مطمئنا در مسیر رو علاقه‌تون از دست میدیم، بر اساس چالش‌هایی که در زندگی به شما وجود میاد انگیزه‌تون از بین میره. هر انسانی در زندگی باید رسالتی داشته باشه. اگر من میرم فلان رشته رو میخوانم، رسالتم کمک کردن باید برای مردم باشه. اگر من یک معلم هستم، رسالتم باید برای کمک کردن برای مردم باشه. اگر شما بر مبنای رسالت مسیرتان پیش رفتیم، پس این میشه هدف والا، هدف بزرگ و هدف تاثیرگذاری که شما میتونیم هم ذهنتان بسازیم، هم مسیرتان بسازیم، هم در او را پیشرفت بکنه. در کشورهای دیگه بزرگترین افتخار اینه که یک انسان بتونه معلم بشه. یک روز از یک انگلیسی میپرسن که تو چطور به فرزندانت افتخار میکنی؟ گفت پسر بزرگم رفت مثلا دکتر شد، پسر کوچکترم رفت انجینر شد، ولی پسر آخرم یک ذهنیت متفاوت داره، یک انگیزه و اندیشه بزرگ داره. گفتن او میخواه چه بشه؟ گفت او میخواه یک معلم بشه. ببینیم امروز در جامعه ما اگر شما میشنویم یک نفر معلمه، میگیم که چالش های زیادی داره، مشکلات زیادی داره معلم، ولی در دیگه جامعه معلمی افتخار هست. پس سعی کنیم به عزیزانی که در اطراف شما هستن، معلم هستن، با معلم هایتان احترام بگذاریم. علم و دانش باعث احترام میشه، کسب و علم دانش باعث پیشرفت جامعه میشه، کسب و علم دانش باعث پیشرفت انسانی، خودشکوفایی، تکنولوژی در تمام مسائل میشه. پس علم و دانش مسئله ارزشمندیه. یاد بگیریم و به دیگران هم از مسیر علم و دانش یاد بدیم. در بخش بعدی صحبتی داریم با جناب دکتر صاحب. کموگونه گفتم یکی از افتخارات شهر ما و شما، یکی از افتخارات کشور ما و شما هست. اول میریم زندگی نامه مهمان عزیز برنامه رو میبینیم. بعد از اینکه زندگی نامه رو دیدیم یک وقفه کوتاه میگیریم با شما. بعد از وقفه کوتاه برمیگردیم به این قسمت از برنامه و در پایان برنامه تشکری میکنیم از حامی و اسپانسر فصل سوم برنامه مهارت زندگی، شرکت بزرگ پامیرکلا و انرژی جدیدشان انرژی هایپ. بعد از یک وقفه کوتاه برمیگردیم. رانزوریار دکتر احمد فرهاد فیض. رانزوریار دکتر احمد فرهاد فیض فرزند دکتر فیض الله فیض می باشد که در سال 1362 در ناحیه سوم شهر هرات متولد شد. وی در سال 1376 از لیسه مولانا عبدالرحمن جامی به درجه عالی فارغ شده و در همین سال بعد از سپری کردن امتحان کانکور وارد فاکولته طب هرات شد. دکتر فیض در سال 1383 از فاکولته طب هرات فارغ التحصیل و در سال 1385 شامل پروگرام اکمال تخصص در رشته جراحی عمومی در شفاخانه حوزوی هرات گردید. دکتر فیض در رشته های تلمدیسین و جراحی عمومی از کشور هندوستان فوق تخصص دارند. همچنان وی در سال 1391 بعد از سپری نمودن امتحان ترنری در وزارت صحت عامه من حیث ترنر متخصص در رشته جراحی عمومی تعیین و در کنفرانس های مختلف طبی داخلی و خارجی
شامل کشورهای سنگاپور، هندوستان، سریلانکا، ایران و قزاقستان اشتراک و مقالات علمی ارائه نموده است. ایشان اکنون منحیث ترینر متخصص رشته جراحی عمومی در شفاخانه حوزوی هرات ایفای وظیفه می کنند. درود و سلام مجدد داریم خدمت شما، امیدوارم که بخش اول برنامه را دیده باشیم و با زندگی نامه مهمان ما هم آشنا شده باشیم. مهمان ارزشمندی با خودمان داریم، مهمانی که از طریق دانش، تحصیل توانستن خدمت‌های زیادی به جامعه ما انجام بدن. خیلی خرسند و خوشحالیم که اینها را در این برنامه با خودمان داریم و میتوانیم از تجربیات، دانش و سختی‌هایی که در زندگی کشیدن ما هم استفاده بکنیم و این سخت کوشیشان چراغ راهی باشه برای ما و راهنمایی باشه که تا ما بتونیم در مسیر زندگی خود رو از او استفاده بکنیم. موضوع برنامه همون گونه که در بخش اول گفتم، تحصیلات در مسیر آن پیشرفته. خیلی حاشیه‌روی نمی‌کنم. جناب دکتر صاحب خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مهمانان عزیز. خوشحالم که در این برنامه اشتراک کردم. به امید از اینکه این برنامه ها انگیزه بده برای جوانای ما در راستای کسب علم و دانش. ممنون شما جناب دکتر صاحب. می‌خوام اولین سوال خود یا بحث خود با شما اینگونه شروع کنم. جناب دکتر صاحب، ما در بیوگرافی شما دیدیم و بیننده هم چند لحظه گذشته حتما او رو دیدن. در چند سالگی شامل مکتب شدیم و در چند سالگی هم فارغ شدیم؟ سوال یک همیشه مواجه میشم به این سوال. من در سن 5 سالگی شامل مکتب شدم، مکتب ابتدایی جمعی هرات. 12 سال مکتب رو و 10 سال خواندم، 2 سال امتحان سویه دادم. در سال 1376 من از لیسه مولانا عبدالرحمن جامی صرف 12 کامل و فارغ التحصیل شد. در چند سالگی ما به پانتون شدیم پس؟ به واقعیت من در 16 ساله بودم که سال اول فاکولته طب شروع کردم. سال اول پی سی بی گفتم میشه در پانتون هرات. من در 16 سالگی شما در 16 سالگی من شامل 15 طب پانتون هرات شدم. به شما مشکل ایجاد نکردن با این سنده که 16 ساله وارد پانتون بشین و او هم در رشته طب معالجوی؟ خب نه، برای من چالش نبود، به خاطر از اینکه من گفتم برای شما من 12 سال مکتب و 10 سال خواندم. من 2 سال امتحان سویه دادم و در امتحان کنکور هم که اشتراک کردم در همون سال. ما در سال 1376 امتحان کنکور دادیم. در سال 1376 شاید حدود 5000 یا 5000 اند شاملین امتحان کنکور بود که ما 50 نفر تونستیم به فاکولته طب را پیدا بکنیم. در خوشبختانه چانسی بود و برای ما کمایی شده بود، ما از این شانس استفاده کردیم و خلاصه تحصیلات خوش شده. ممنون شما. میخوام این گونه سوال مطرح بکنم، آیا شانس بود به این درجه رسیدیم یا سخت کوشی و تلاش؟ چون خیلی ها اگر امروز در زندگیشان به مشکل میخورن یا موانعی به صدرشان میشه یا اگر یک نفر میرن به موفقیت رسید میگن شانس عزیزی بود، خوش اقبال بود. حالا میخوام بدارم جناب دکتر صاحب در سن 5 سالگی وارد مکتب شد، در 16 سالگی وارد پانتون شد، خوش شانس بود یا واقعا سخت تلاش کرد؟ رسیدن به اهداف بزرگ و رسیدن به موفقیت 3 فاکتور اساسی نیاز داره. فاکتور اول چیزیه که به وجود یک شخص هست، استعداد و ظرفیت و توانایی داشتن همو کاره. که استعداد چیزیه که خداوند میده برای بعضی اشخاص. در پلو استعداد 2 فاکتور عمده که خیلی ارزش داره و باعث موفقیت میشه، تپ و تلاش در قدم اول خیلی مهمه. کسی که در زندگی یک هدف داشته باشه کوشش میکنه، تپ و تلاش بسیار مهمه. و فاکتور بعدی علاقه مندی. من از دوران مکتب
وقتی که دوره متوسطه و لیسه بود ما به رشته طب خیلی علاقه داشتم. در همون زمان ما امتحان آمادگی های کنکور بسیار مشکل بود. خداوند مغفرت کنه استاد داشتیم به نام استاد غلامت خان صدیقی در بخش ریاضی فیزیک. ما 1.5 تا 2 سال شاگرد بودیم پیش اینا و آمادگی کنکور میگرفتیم. اون وقت کورسایی که فیلی هست کورسای آموزشی نبود. ما با خانه استاد میرفتیم به جاده جنوبی مسجد جامع شریف. یک تعداد از دکتر صاحبای کمیال متخصصین بسیار ورزیده شهر ما و شما هستند، حتی در سطح کشور مطرح هستند، در سطح منطقه. ما از شاگرده استاد غلامت خان صدیقی بودیم. ما امتحان آمادگی امتحان کنکور میگرفتیم. ما علاقه خیلی داشتم به رشته طب و پدر مرحوم خداوند مغفرت کنه دکتر فیض الله خان فیض، ایشان هم در شفاخانه عضوی هرات 35 سال در خدمت مردم بودن در رشته طب. در یک خانواده من بزرگ شدم که در این خانواده بحث طب و طبابت زیاد بود، به همون خاطر من علاقه من در رشته بودم و تشویق های از طرف پدر مرحوم و برادر بزرگم که فعلا در هرات نیستن، جناب حاجی عبدالله جان فیض از جمله تاجرای هرات و در تاجرای کشور ما شما هستند، در مقیم آمریکا هستند و اینا تشویق میکردن، همیشه تشویق میکردن که تو همین علاقه داری باید دکتر بشی و همین سه فاکتوری که بود، استعدادی که بود و تپ و تلاشی که کردیم، علاقه هم که داشتم، باعث شد که من به هدف برسم. دکتر صاحب شما سه فاکتور اساسی رو گفتین و من میخوام فاکتور چهارم رو اضافه بکنم ببینم نظر شما در مورد این چی هست. و شما فرمودین که پدر مرحوم شما خودشان دکتر بودن و سالها در هرات خدمت کردن. خانواده چقدر تأثیر در این مسیر داشت؟ بدون شک نقش خانواده رو نمیشه ما نادیده بگیریم. خانواده محیطیه که ما بزرگ میشیم و تأثیرات بسیار عمده داره. من طبق که برش گفتم پیشتر، در خانه ما از طب و طبابت و از مریض و مریضداری زیاد بحث بود و مراجعینی که داشتم پدر من، چیزی که بسیار مهم بود برای من این بود که مریضایی که بهبودی پیدا میکرد بعد از اینکه مراجعه میکرد برای پدر من، خود همون قدردانی و سپاس از اونا برای بسیار جالب بود که یک مریض خوب بشد، بیبودی پیدا میکرد، میامد سپاسگزاری میکرد و خود خور مدیون میدانست برای یک طبیب. برای من خیلی جالب بود و این برای من انگیزی مثبت میداد که این پس یک رشته بسیار خوبه، رشته مقدسه. و همیشه هم صحبت در این عزی بود در خانواده، در فامیل، رشته طب رشته مقدسه، کاری که طبیب میکنه کار با ارزشه و اینها سبب میشد که ما انگیزی بیشتر پیدا بکنم و تپ و تلاش بیشتر بکنم و همو امار به موفقیت نزدیک سن. ممنون شما. جناب دکتر صاحب، چون ما افرادی رو در سن 15، 14 تا 16 زیاد میبینیم، خب خیلی از وقتها از زندگی شکایت میکنن، تنبلی میکنن، درس نمیخوانن. آیا به شما در سن ایجاد شده یک زمانی به خودتان بگیم خب بیا پانتون یه لکو، سن تو خب خیلی بالا نیه دیگه 16، بیا پانتون رها کن. آیا شرایط سختی در مسیر تحصیل وجود آمد برای شما؟ شرایط سخت بود. من خوب بیاد دارم که در اون زمانی که ما درس میخواندیم، یکی از چالش‌های عمده که ما داشتیم در اون زمان، امکانات کم، امکانات محدودی بود برای آموزش. من پیشترم خدمت شما عرض کردم ما کورس‌های آموزشی نداشتیم، کورس‌های تقویتی نداشتیم. ما در پوهنتون وقت درس میخواندیم، لکچرها به شکل شارت نوت بود، سلاید پروژکتوری که فیلی هست، ای امکانات در اون زمان نبود. ولی خوشبختانه هیچ چیز باعث از این نشد که من منصرف باشم از تحصیل، از کسب دانش. با اون علاقه ای که داشتم، با اون انگیزی که بیشتر برای شما گفتم، انگیزه و هدفی که داشتم، من کوشش میکردم. هیچ مرمر یعنی احساس پیدا نشد برای من که من ترک تحصیل بکنم. با آن که شرایط نامساعد بود، سخت بود، خیلی سخت بود. در سالهای که ما درس میخوندیم، سال 77 شامل پی سی بی شد. در اون زمان بسیار شرایط سخت، امکانات بسیار کم بود. در این هرات ما برق نداشتیم. ما اون وقت جنراتورهایی بود که بعضی جنراتورها شخصی، 100 فامیل 50 فامیل زیر پوشش قرار میداد خانوادار و ما برای 4 ساعت برق داشتیم شبانه، روز که برق نبود. امکانات بسیار کم بود ولی من انگیزه خوب داشتم، هدف والا بود و هیچ چیز من
منصرف نمیکرد از تحصیل. جناب دکتر صاحب، در شرایط فعلی مخصوصا در زمان فعلحال اکثریت شاگردان میرن پانتون درس میخوانن، سال اولشانه، درس شروع کردن، بی فکر میکنن خب من خلاص بشم وظیفه پیدا میشه نمیشه، بخاطر همه از درس دارن دل سرد میشن. آیا در این مسیر به شما این احساس به وجود آمد خب من طب میخوانم، اگر بعد طب من تبدیل به دکتر موفق اگر نشدم، اگر شغل خوبی نداشتم، اگر مثلا من نتونستم دستاورد خوبی داشته باشم؟ ولی که اون زمانی هم که شما شروع کردیم امکانات خیلی کم بوده، وگرنه امروز امکانات در دسترس جوانا خیلی زیادتر هسته. میخوایم بدانم که آیا این فکر در شما وجود نیامد؟ اگر وجود نیامد، توصیه شما، پیشنهاد شما برای جوانان امروز چی است؟ خب دانش چیزیه که جایگزین نداره، هیچ چیز نمیتونه که ما آلترناتیوی داشته باشیم برای دانش و علم. یگانه چیزی هم که انسان هر میتونه در اون مدارج عالی برسانه، ثابت شده در تمام دنیا، علم و دانش. بدون علم و دانش هیچ جامعه نمیتونه پویا باشه. تمام جوامعی که شما اگر ما و شما بررسی بکنیم در سطح دنیا، کشورها بسیار مترقی، یگانه کانال یا یگانه راه رسیدن به موفقیت و کشورها، پیشرفت و کشورها، علم و دانش بوده. و یه چیز ثابت شده. وقتی که چیز ثابت شده، ما نمیتونیم منکر ازی باشیم که ارزش ازی ارزش بسیار بالاست و گفتیم جایگزین هم نداره. یک چیزی که بسیار عمده اینه که جوانا با انگیزه درس بخونن. بگن ما باید بهترین باشم. ام یک ضرب المثل هست، انگلیسی ها میگه کچ از کچکن. کچ از کچکن به فهم معنی میده که گفته از حداقل امکانات حد اکثر استفاده بکنی. از امکانات بسیار محدود استفاده بهینه باید صورت بگیره. و با این فکر و اندیشه اگر ما بریم دنبال علم و دانش، ما 100% برای جوانا اطمینان میدم که موفقیت قرین راه از اونها هست. چیزی که جوانا ما متاسفانه دور نگاه داشته از کسب علم و دانش، همانا انگیزه ضعیفه. ما در یک مقطعی که علم و دانش کسب میکنیم، در این مقطع فقط به علم و دانش فکر بکنیم. نیاز اینه که ما بگیم ما فردا چی خواهد شد. فردا خیلی خوب خواهد شد اگر ما علم خوب بیاموزیم، دانش خوب کسب بکنیم، از به تکنولوژی فعلی دسترسی داشته باشیم. ما در روز زمانی که ما درس میخوندم اینترنت نبود. در روز زمان کامپیوتر بسیار کم، محدود کورسای کامپیوتر در سال 1370 26 سال پیش در هرات کورسای کامپیوتر بود، کورسای انگلیسی نه. یک کورسی بود خب سه یاد منه، کورس کهکشان. ما اونجا میرفتیم انگلیسی هم میخوندم، علاوه که من پانتون میرفتم برای 2 ساعت روزانه انگلیسی میخوندم، برای 1 ساعت روزانه کامپیوتر میخوندم. بسیار امکانات کم بود و تو هرات شاید 2 یا 3 کورس انگلیسی و کامپیوتر بود. باز هم ما از این امکانات استفاده میکردیم، کوشش میکردیم که ما بیشتر برای علم و دانش، برای دانش خوب بیفزاییم. و توصیه به جوانا اینه که بهانه جویی و بهانه آوردن برای از این که من میتونم شاید فرصت مناسب برای پیشرفتم باینده نباشه، سر از این چیزا فکر نکنه. فقط چیزی که ارزش داره مثبت فکر کردن. در این وقتی که تحصیل میکنن، دانش میاموزن، خوب تحصیل بکنن، خوب دانش میاموزن، موفقیت ضمانت شده. صد ممنون شما، سلامت باشین. در این بخش از برنامه ما قدردانی و سپاسگزاری میکنیم از حامی خوب برنامه ما، شرکت پامیرکلا و انرژی جدیدشان هایپ. جناب دکتر صاحب عزیز، شما در مورد استادتان چند دقیقه پیش گفتین که در اون زمان کورسایی هم نبود ولی یک استاد بزرگواری بود. خاطره چیزی داریم از اون زمان، خاطره خوشایندی که با استاد و از آموزش‌ها و درس‌هایش گرفته باشه؟ یکی از خاطرات خوشی که من باید بگم، روح استاد مرحوم شاد باشه، استاد غلام خان صدیقی، یکی از خاطرات خوش، ما کورس ریاضی فیزیک ختم شده بود بعد از 1 سال و 8 ماه دوری که ما آموزش دیده بودیم. بعد از اینکه کورس ختم شد، استاد گفتن ما یک امتحان، یک ارزیابی میکنه. ما 14 نفر بودیم به صنف استاد، که از 14 نفر 12 نفر دکتر شد، 2 نفر انجینیر. استاد گفتند که من یک ارزیابی میکنم، تقریبا 1 ماه به امتحان کنکور همون زمان مانده بود.
ارزیابی میکنم اگر شما تونستیم بیشتر از 60% نمره بگیریم، من ضمانت میکنم شما به طب کامیاب بشیم. خب ما هم علاقه من در طب بودیم در اون زمان. امتحان گرفته شد، استاد روزی که نمرات اعلان میکردن گفتن از این شما 12 نفر به طب کامیاب میشه. از 12 نفر که استاد گفته بودن 11 نفر کامیاب شد. یک نفر هم که استاد گفته بود کامیاب نمیشه، او هم کامیاب شد که شد 12 نفر. خب هدف اینه که امی خصوصا خاطر خوشی بود وقتی که استاد نمرات اعلان کرد، گفت من ضمانت میکنم که امی تعداد شما به طب کامیاب میشید. استاد از استادای مجرب ریاضی فیزیک بودن در اون زمان. این بسیار خاطر خوشی بود برای من، این باز انگیزی من بیشتر کرد. دیگه بعد از یک ماه ما امتحان کنکور دادیم در امسان. ممنون شما جناب دکتر صاحب. جناب دکتر صاحب، میم از زمانی که وارد بحث عملیات های جراحی شده خیم خاطره شما را از این زمان بدانیم. آیا حساب داریم چه تعداد از مریض را در طول سالها عملیات کردین؟ باز بعد از عملیات چه تعداد از اینا برگشتن؟ از شما سپاسگزاری کردن؟ آیا چنین آماره هم داریم؟ خاطراتی داشته باشه؟ خاطرات که زیاده. من در شفاخانه حوزه هرات از سال 84 من رئیس دکتر جراحی کار میکنم، 19 سال شده. ما در سال 83 از فاکولته طب فارغ شدم، در سال 84 شامل وظیفه شدم در شفاخانه حوزه هرات. خاطرات خوش هم زیاده، خاطرات تلخ هم زیاده. رشته که من کار میکنم رشته جراحی عمومیه و مریضای جراحی هم در شفاخانه حوزه هرات فوق‌العاده زیاده. یکی از خاطرات خوشی که ما دارم که خیلی برای ما خاطر خوبه و همیشه انرژی مثبت میگیرم از این خاطره، اینه که در سال 1392 من نو ترنر متخصص شده بودم. خب پروگرام طوریه که بعد از اینکه یک محصل از فاکولته طب فارغ میشه، دکتر میشه، یک امتحان در سطح وزارت گرفته میشه، در سطح وزارت سطحامه به نام امتحان انترنس که در امتحان انترنس رشته خود دکتر انتخاب میکنه. اگر نمره که معیاری باشه، معیار پوره بکنه، شامل هم رشته تخصصی میشه و در اون رشته تخصصی دوره تخصص رو تکمیل میکنه. مثلا در داخل عمومی 3 سال، در جراحی عمومی 5 سال، در ارتوپدی 4 سال رشته های تخصصی. خب من بعد از اینکه فاکولته طب فارغ شدم در سال 1383، در سال 1385 شامل پروگرام تخصص، در سال 1390 از پروگرام تخصص فارغ شدم. در سال 1391 من بعد از امتحان ترینری که در سطح وزارت سطحام گرفته میشد به این سطح ترینر متخصص به شفاخانه حوزه هرات معرفی شدم. خاطره مربوط سال 1392 میشه، یعنی یک سال از استاد شدن و در پروگرام تخصص گذشته بود. ساعت 3 شب بود، یک جوان را آوردن به لوحه جرحه قاطعه نافذه صدر، یعنی یک چاقو خورده بود به صدر مریض. به می خود مسافت بین الزلی میگه ما در می سمت چپ بال قلب مریض یک چاقو اصابت کرد. این مریض فوق العاده وضعیت وخیم، ما یک اصطلاح داره میگه من دستج، یعنی مرحله که مریض نزدیک به فوت شدن. این به اتاق عاجل آوردن، خب ما رسیدیم بالا سر مریض، تثبیت شد نظر به علائم کدش که این جرح قلبیه. جروحات قلبی بیش از 90% مورتالیتی ریت میگیم، یعنی مریض محکوم به مرگ. خب مریض محکوم به مرگ بود، واقعا مریض وضعیت خیلی وخیم بود، جرح قلبی بود. همو علائم ما دیدیم در نزد مریض که همو علائم هست. من مریض رو گفتم عاجل انتقال بدیم به عملیات خونه. ما مریض بسیار سریع بدون از اینکه وقت ضایع بشه، چرا که گلدن تایم میگیم، تایم طلایی بود از دست ندیم، ما در این مریضا ثانیه ها ارزش داره. خب مریض رو انتقال دادیم به عملیات خانه. برای اولین بار بود که در شفاخانه حوزه هرات عملیات باز قلب صورت گرفت که او عملیات رو خوشبختانه ما کردم با تیمی که ما داشتیم، تیم همکار. خب کار جراحی کار تیمیه، کار انفرادینیه. ما با تیمی که داشتیم عملیات رو شروع کردیم، عملیات باز قلب، صدر مریض باز شد، جرح قلب داشت، جرح قلب مریض ترمیم شد و مریض از مرگ نجات پیدا کرد. بسیار برای من یک خاطر خوشاینده و از این مریض هم زیاد داشتیم که ما مریض های محکوم به مرگ بوده و به موقع برای مریض رسیدگی شده از مرگ نجات پیدا. سال 1392 برای اولین بار در افغانستان عملیات جراحی قلب باز در هرات. در هرات، اینجا افتخار است. اولین بار جراحی باز قلب
ما جرعی های قلب رو به دو کتگوری داریم. یک جرعی های قلب سلکتیو یا انتخابی، مثلا یک کس قلب رگای بند شده که حال عملیات های جرعی صورت میگه، یکی عملیات های عاجل جرعی. عملیات عاجل اولین بار بود، خوشبختانه مریض هم از مرگ نجات پیدا. اینجا افتخار است جناب دکتر صاحب. جناب دکتر صاحب، این زندگی حتما انسان خاطرات خوشی هم داره، خاطرات بدی هم داره. یک سری خاطرات بعد اتفاق میفته که از یاد آدم نمیره، شاید مثل از دست دادن یک دوست، یک عزیز، یک اتفاق در زندگی باشه. ما میخواییم بداریم جناب دکتر صاحب در طول این سالها یک خاطره‌ای که اتفاق ناراحت کننده‌ای بوده بر شما اتفاق افتاده بوده، چی بوده و چطور تونستیم با او کنار بیاییم؟ خب خاطرات تلخ هم زیاده در زندگی. باز در امی کار و شغل که ما داریم، ما در محیطی کار میکنیم که سراسر استراب، هیجان، مریضدار، بسیار متعجم به خصوص مریضدارا. ما برخوردهای داشتیم از طرف مریضدارا. ما یک اصطلاح داریم، میگیم مریض و مریضدار معافه. ما در شفاخانه حوزه هرات به خصوص در اتاق عاجل وقتی که ما نوکری میدادیم، مواجه میشدیم به بعضی از حالاتی که واقعا تحمل سخت بود و ما تحمل میکردیم، خوشبختانه تحمل میکردیم. برخوردهای بسیار زشت، حرفای رکیق، حتی برخوردهای بسیار فیزیکی من خوب بخاطر دارم، از پایوازای مریضا. و ما هم اصطلاح یاد ما میامد که مریض و مریضدار معافه. ما اونا رو میگفتیم معافه، خیره، اونا متعج. خاطرات هست، دقیق خاطر ندارم، ولی برخوردهای بوده شده با همکارام و با فلان همین لحظه که با شما صحبت میکنم، همه حالت ها هست در شفاخانه حوزوی هرات برخوردهای میشه. جناب دکتر صاحب، توصیه شما، پیشنهاد شما برای جوانان امروز چی هست؟ جوانانی که در عصر فعلی زندگی میکنن، دنبال تحصیل و دانش هستن، شمایی که این مسیر رو طی کردین و امروز یکی از افتخارات هرات و افغانستان هستیم، میخوام پیشنهاد شما رو برانا بشنم. خب من توصیه‌ام به جوانان اینه که امو ضرب المثل که اول گفتم، کوشش کنند از امکانات محدود استفاده خوب بکنند، استفاده بهینه. بهانه‌جویی را به جای نمیبرد. هیچ چیز باید مانع کسب علم و دانش نشه. چیزی که ثابت شده در تمام دنیا، کسب علم و دانش فقط یگانه راه رسیدن برای پیشرفت و ترقی. کوشش بکنند، تلاش بکنند، بهانه‌جویی نکنند. بیشتر امکانات، بسیار امکانات خوبی حالا فعلا ما امکانات خوبی داریم به دسترس جوانان برای کسب علم. او خواسته باشه میره به گوگل، هر چه خواسته باشه سرچ میکنه، برای یک مشکل، یک سوال داره مراجعه میکنه به خود موبایل، از طریق موبایل مشکل حل میشه. وقتی که ما درس میخوندیم، ما برای حل مشکل میرفتیم دنبال کتابا، بین کتاب میگشتیم تا اون مشکل خود حل میکنیم، یک موضوع، یک مسئله. شرایط بسیار خوبه درس بخونم، زحمت بکشم، خوب درس بخونم. برای پیشرفت فقط فاکتور اساسی دانشه. یعنی می فاکتور رو مد نظر بگیرم، من مطمئنم انشاءالله به موفقیت میرسم. دیگه چیزی که خیلی ارزش داره، وقت خود ضایع نکنم. زیاد وقت جبران نمیشه. اگر جوانا وقت خود ضایع میکنم، هیچ وقت جبران نمیشه. حالا ما متاسفانه در شرایط زندگی میکنیم که در این شرایط همه چیز به دست جوانا هست. اگر خواسته باشه یک جوان خود خود مصروف بسازه، میتونه از 24 ساعت 20 ساعت تنها مصروف هم موبایل خوب باشه، که این زیاد وقت واقعا وقت ضایع میکنه و متاسفانه باز جبران نمیشه. خیلی ممنون از جناب دکتر صاحب عزیز. و در این بخش از برنامه میریم روی سوالاتی که از اشتراک کنندهایی که در سالن هستن میگیریم و جناب دکتر صاحب به سوالات اشتراک کننده ها در قسمت نقش تحصیلات در پیشرفت انسان انشالله رحمان پاسخ میدن. سوالات رو میگیریم، بعد انشالله میریم به طرف پاسخهایشان. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خداوند کریم، قاری و اید احمد موحد هستم. سوال ما جناب دکتر صاحب اینه که قبلا گفتن چون بحث ما بحث پیشرفته، آیا برای پیشرفت تنها انگیزه، اراده و علاقمندی مهمه یا اینکه بودجه مالی زیاد هم مد نظر هست؟ چی وقت جوان میتواند برای اینکه
خود را به پیشرفت برسانه و خود امو علاقه ای که داره خود را به علاقه خود برسانه و مقصدی که داره مقصد برسانه، چه وقت میتونه خود را بسیار با نیرومندی قوی با یک علاقه قوی که داره برسانه؟ یعنی منظور این که آیا بودجه مالی زیاد به کار هست، یعنی تنها فقط اراده و علاقه مهم است؟ تشکر از شما. بسم الله الرحمن الرحیم. نقیب الله سنجرانی هستم. سلام عرض ادب خدمت استاد بزرگوار و مهمان نهایت عزیز و همچنان حاضرین در تالار و بینندگان عزیز. سوال من از آقای دکتر صاحب اینه که امروزه خیلی از اساتید مخصوصا در فضای مجازی، استادهای روانشناسی و یا استادهای انگیزشی صحبتهایی به میان میگذارن که دانشگاه وقت ضایع میکنه، درس خواندن که به دانشگاه یا پوهنتونه باعث زیاد وقت شما هدف تعیین کنه و خود شما کار بکنیم. و حتی یکی از سرمایه دارترین شخص دنیا که همگی میشناسن، آقای ایلان ماسک، او هم این صحبت میکنن و امروزه این سر زبان جوان ها شده که اگر میگیم چرا درس نمیخوانیم، اینا رو ما مثال میدن که انا بزرگایی که به نتیجه رسیدن اونها از دانشگاه نرسیدن. حالا میخوام که جواب دکتر صاحب در رابطه به این موضوع چیه. سلام خدمت دکتر صاحب، عبدالمجید آشغالله هستم. سوال من اینه که دکتر صاحب درباره پیشرفت جوانا و خود ما برای پیشرفت برای کتاب ها مراجعه پیشتر بکنیم یا برای کسایی که تجربات پیشتر دیدن یا از آنها بپرسیم؟ عرض سلام و ادب خدمت دکتر صاحب و شما جناب استاد محترم و اشتراک کنندگان عزیز. جناب دکتر صاحب، سوال من اینه که یک معتل میزنن که انسان پرورش دهنده محیط، محیط انسان را تربیه میکنه. بیشتر به محیط افغانستان که نگاه میکنیم واقعا انگیزه ما از درس خواندن کم میشه و یک چیزی که باعث میشه انسان خوب انگیزه کسب کنه محیطه. محیط هم به سر انسان ها خیلی تاثیر میگذاره. در این محیطی که به افغانستان ما زندگی میکنیم واقعا درس خواندن سخته. چگونه کنیم که محیط تغییر بکنه؟ محیط تعلق به افراد داره، افراد چگونه محیط تغییر بدن؟ ممنون و سپاسگزاریم از شماها، عزیزی که سوالاتی پرسان کردن. جناب دکتر صاحب، دوست عزیز ما اولین سوالی که پرسان کردن این بود که انگیزه، اراده، علاقه، آیا این سه فاکتور تنها کافی هست یا نه در پهلویزی ما نیاز به فاکتور چهارم بحث اقتصاد و بودجه مالی هم داریم؟ خب فاکتورهایی که ذکر شد خیلی ارزش داره، ولی از این مهمتر کوشش و تلاش. تنها انگیزه نمیتونه باعث پیشرفت بشه و یکی هم توانایی داشتن یا ظرفیت در یک کار داشتن، استعداد همون کار را هم داشته باشه. استعداد یا توانایی جمع کوشش جمع علاقه، اینا خود از این سبب ایجاد انگیزه میشه، انگیزه را هم به هدف نزدیک میسازه. بحث بودجه مالی، کسب علم و دانش نیاز نداره به بودجه بسیار بالایه، بسیار با بودجه محدود میتونه ما دانش رو بیاموزیم. ممنون شما جناب دکتر صاحب. سوال بعدی که یک از اعضای ما پرسان کردن و واقعا هم این روزا در جامعه این سوال زیاد مطرح میشه، یک سری از بزرگوارا، حالا نام نمیخوایم ببرم، هستن، پیدا میشن، بیشتر به این تاکید میکنن، میگن شما به خاطر چی مکتب رو میخوانین؟ به خاطر چی شما پانتونر میخوانین؟ اینا نه فردا به شما زندگی میشه، نه فردا به شما موفقیت میشه. بریم دنبال کاربار، بریم دنبال اینا نریم و اینا رو نخونیم. حتی باز میان نقل قول میکنن از یک سری انسان‌های موفقی که امروز در دنیا هست. نظر شما در این رابطه چیست؟ این اندیشه و تفکر کاملا مردوده. ما گفتیم بعضی چیزا ثابت شده، اون نمیتونه تغییر بده. نظریه از این که میگن نریم دنبال علم و دانش، بریم دنبال کار و کسب، آیا تنها با کار و کسب و مهارت های زندگی میشه ما زندگی جوامع به اهداف خوب برسه؟ هیچ چیز ممکن نیست. مثلا یک نفر میره دنبال تجارت، آیا تنها جامعه ما نیاز به تاجر داره؟ صحیح؟ ما نیاز داریم به هر سکتور، نیاز داریم به متخصص مربوطی از اون. مثلا ما به یک انجینیر متخصص ضرورت داریم، آیا برای از اینکه یک شخص انجینیر باشه بعد او کار و کسب بکنه یا برای علم و دانش بموزه؟ این چیزا ثابت شده، تیوری هایی که ثابت شده ما تغییر داده نمیتونه. و مثال زدن ایلان ماسک و امثال از او، اینا موارد استثنائیه. این نمیتونه که ما یک تیوری
برای جمع قبول بکنیم. یک مورد استثنایی، یک دو سه پنج ده مورد استثنایی هست، شاید او علم و دانش نیامخته باشه، به مدارج عالی اقتصادی رسیده باشه، ولی او نیاز داره به یک طبیب خوبه. او در موارد در کارهای اقتصادی شاید بسیار مشاوره خوبی داشته باشه که اونا اقتصاد در پیجدی داره داره. کسایی بوده که در کنار از او هست مشاورین اقتصادی از او، اونا بیسوادی هم چرا اطراف هست. او یک مورد استثنایی، چیز ثابت شده، علم و دانش ثابت شده برای پیشرفت جوامع ما نیاز داریم، برای کسب علم و دانشی چیزی که ثابت شده و تغییر هم نمید. تشکر جناب دکتر. سوال بعدی که یک از ارزای ما پرسان کردن، برای پیشرفت آیا تنها به طرف کتاب بریم یا نه از انسانهایی که در همین رابطه تجربیات هم دارن استفاده بکنه؟ خب همه فکتورها نیازه، کتاب هم نیازه، تجربیات کسایی که ما بزرگ مراجعه میکنیم. تجربه میگه معلمی که اول امتحان میگیره باز نمره میده. این گپ بسیار جالبه، یعنی به این مفهوم اگر یک کسی یک کار تجربه داره، او ضرر او کار رو دیده، ما اگر بخوایم که ضرر نکنیم بریم به او مراجعه کنیم و تجربیات از او استفاده بکنیم، ضرر او بکرده. درست تجربه آموزش میده برای آدم، اول آدم نقصان میکنه بعد از او باز یاد میگیره. برای رسیدن به مو اهدافی که از ما سوال شد، بس کتاب هم مهمه، تجربیات هم مهمه دیگه، اینا چیزا بسیار مهمه که آدم بتونه به دنبال از جواب بره. تشکر. سوال بعدی که یکی از اعضای ما کردن در مورد محیط بود. مثلا اگر یک نفر پیشرفت کرده، مطمئنا محیط از او برش انگیزه داده. حالا یک فردی که اگر در یک محیط آدمایی که اکثر شکایت میکنن، آدمایی که منفی هستن، در اون محیط زندگی میکنه، او چطور باید بتونه در مسیر علم و دانش خود تغییر بده؟ انتخاب امراه، انتخاب یک دوست خیلی تاثیرگذاره برای خود ساختن آینده یک شخص. اگر ما در جمع یک سه نفر قرار میگیریم که او سه نفر آدمای هسته که پول داره، ما هم پول دار میشیم، شما قبول کنیم این چیزی هست. اگر سه نفر هست که دنبال علم و دانش، ما در جمع از اونا باشیم، ما نفر چهارمیم. اگر ما در یک جمع قرار بگیریم که او جمع انگیزه های منفی داره برای زندگی، ما نفر چهار ما شکست خورده. در جمع که ما قرار میگیریم، انتخاب به دست ما نه. وقتی که در جمع قرار گرفتیم، باز انمون محیط ما رو میسازه. همیشه کوشش کنم جوانا با کسای باشن، با آدمای موفق سر و کار داشته باشن. موفقیت در علم و دانش، موفقیت در اقتصاد، موفقیت در نام نیک، در کسب شهرت، اینا باعث میشه که اونا نفر بعدی باشه. پنج نفر باشه میادم ششمه، ده نفر باشه میادم یازدهمه. اگر با پنج نفر آدم بی انگیزه بشینیم، آدم ششم شماره. اگر با سه نفر آدم معتاد بشینه، نفر چهارم اینه. سه. پس انتخاب یک محیط خیلی ارزش داره که یک شخص خود وقت ضایع میکنه و متاسفانه باز جبران نمیشه. ممنون از شما جناب دکتر صاحب. ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین، در این برنامه اومدین و انتقال تجربه کردین. میخوام صحبت پایان شما با بیننده هایی که ما را از سر تا سر دنیا میبینن، تماشا میکنن، صحبت پایان شما رو داشته باشین و باز با شما خدافیزی کنیم. صحبت پایانی اینه که امیدوار باشیم همیشه. خود دلگارنگی یک از نویسنده‌های بزرگ آمریکایی در کتاب به نام آیین زندگی میگه ناامیدی گام است به سوی ناکامی. هیچ وقت ناامید نکساز ما شرایط، با امیدواری پیش بریم، ان شاء الله موفقیت در این راه همه خواهد بود. ممنون شما از تلویزیون معراج، از عزیزانی که ما تحمل کردن، واقعا تشکر میکنم. خدا کنه که صحبت‌های پراکنده باعث ملال خاطر عزیزان نشده باشه. خیلی ممنون از شما جناب دکتر صاحب که مهمان برنامه ما شدین و ممنونم از همه بیننده هایی که برنامه رو تا این لحظه تماشا کردین و امیدوارم که صحبت های جناب دکتر صاحب تجربیاتشان مسیری بشه برای پیشرفت شما، مسیری بشه برای اندوختن علم در زندگی شما و مسیری بشه برای انگیزه دادن. من که واقعا صحبت های جناب دکتر صاحب قلبا استفاده کردم. در پایان برنامه تشکری میکنیم از حامی مالی این برنامه، شرکت پامیرکولا و نوشیدنی جدیدشان، نوشیدنی های
و تا برنامه بعد، دیدار بعد و مهمان بعد، شما رو به خداوند یکتا و بی همتا می‌سپارم. حامی این برنامه گروه کمپانیای پامیرکولا.